بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچ ایرانیان. با درود فراوان به شما، امروز نیز پس از این جمعه ترور و وحشت پاریس، چون هفته های گذشته نگاهی داریم به تابستان سال 2015 اروپا. هرگز قابل پیشبینی نبود که شهر پاریس در این تابستان داغ اروپا آبستن ترور وحشیانه عده کورذهن باشد که چشم دیدن آرامش یک ملتی متمدن را ندارند. در این تابستان امسال عروس شهرهای جهان بدون اینکه ما متوجه باشیم نوزادی 8 سر در شکم داشت که در 13 ماه نوامبر این فرزند ناخلف 8 سر پا به جهان گذاشت. یک روز قبل از این زایمان پاریس نوزادی 2 سر در خاور دور خود را نشان داده بود، اما این فرزند 8 سر که جنان اقلا ریشه در 1400 سال قبل دارد در این تابستان داغ در دامان این شهر عشق و شراب با شناسنامه جعلی در سکوت مطلق شکم مادر خانه کرده بود. زایمان این فرزند 8 سر که یک پا در پاریس داشت و پای دیگر در بروکسل و پای دیگر در سوریه و میان آوارگان آن در ساعت 9:25 دقیقه جمعه شب رخ داد و این موجود نارس خشونت مقدس به دنیا آمد. دنیا آمدنش چون اجدادش در 1400 سال پیش با خونریزی فراوان همراه بود، جوی خونی که 130 انسان زنده عاشق موسیقی و ورزش و شراب را با خود برد. 4 attacks in the city of Paris tonight, one at the Stade de France where there was a major soccer game between France and Germany. The AP reporting there were suicide bombers outside the stadium. You could hear it right there as the game was going on. 2 more attacks in central Paris in the 10th and the 11th arrondissements at restaurants in that area. In زایمان پردرد در این شهر که عمری عروس جهان بوده پس از 70 سال دوباره رخ میداد. این بار پدرش دیگر نازی های جهانخوار و یهودی سوز نبودند. این بار به جای احترام و های هیتلر گفتن در زمان زایمان فریاد الله اکبر چاشنی به دنیا آمدن این فرزند 8 سر بود که قصد داشت شهر را رنگین کند. یادم است که یک ماه قبل از این زایمان در روز یک شنبه مردم پاریس در پارک لوکزامبورگ، همان پارکی که یک خیابان هم به نام فردوسی در آن نامگذاری شده، بعد از ظهر یک شنبه با موسیقی سالهای 1920 تاسی همراه لباسهای آن دوره به رقص و پایکوبی مشغول بودند. و این شادی آخر هفته در زمانی بود که آن فرزند ناخلف در دامان این شهر زیبا برای پایان دادن به این عشق و شادی و شراب پرورانده می شد. در نظر بگیرید که پدر در سوریه و برادر در بروکسل بود که این مادر یک پا در سالن تئاتر و یک پا در میدان فوتبال و پای دیگر در رستوران کمبوج کوچک در حال زایمان بود که این فرزند 8 سر الله اکبر گویان جان داد و به دنیا نیامده به دیار نیستی و جهنم صعود کرد. و حالا چشمان مردم این جهان به تمدن رسیده در حیرت است که نطفه این موجود ناخلف در کجا بسته شده.
در جنگ‌های پس از 11 سپتامبر خاورمیانه یا در پوک فشنگ‌های آمریکا و فرانسه که در عراق و سوریه هنوز هم در زمین آسمان در پروازند. واقعا نطفه این ناخلفی خلافت اسلامی در کجا بسته شده که چشم دیدن صلح و آرامش ما انسان‌ها را ندارد؟ برای آشنا شدن با این ناب سامانی خاورمیانه‌ای امروز به شهر برلین در پایتخت آلمان به دیدن یک پژوهشگر با تجربه می رویم. با ما باشید. آقای دستپاچه، خیلی خوشحالم که اینجا در برلین خدمتتون می رسم. من خیلی خوشحالم از اینکه شما در اینجا هستید و منم میتونم از شما پذیرایی کنم. خواهش میکنم، لطف دارید شما. مایل هستم نظر شما رو به عنوان یک نظری پرداز که در این روزها و در این هفته ها خیلی فعال هست در ارتباط با مسائل خاورمیانه بدونم. همونطور که میدونید جو خاورمیانه طی چند صد سال گذشته به طور غیر مترقبه تغییر پیدا کرده. این فضایی که امروز تولید شده، البته من و شما هر دو زاده خاورمیانه هستیم و کشور عزیزمان ایران، ولی به هر حال فضایی که تولید شده فضای خشونت و جنایتکارانه که ما میبینیم از طریق داعش و دیگران به هر حال یک جنب خیلی استثنایی است. خود شما یک شاهد عینی جنایات رژیم جمهوری اسلامی در برلین بودید. نظر شما به طور کلی میخوام بدونم که چه برداشتی دارید شما از این فضای کنونی خاورمیانه و کشور عزیز خودمان ایران؟ ببینید، من فکر میکنم که وضعیتی رو که الان خاورمیانه درگیرش هست، و این فقط خاورمیانه نیست، آسیای میانه هم کم کم به این سمت خواهد رفت و همچنین قفقاز و بخش اعظمی از کشورهای افریقایی، در این مناطق به خصوص افریقا و خاورمیانه بسیاری از حکومت‌ها در حال فروپاشی هستند و این فروپاشی در 10 سال 20 سال آینده ادامه پیدا خواهد. اینها هم دلایل تاریخی دارند و هم دلایلی که مربوط به سیاست‌های روز میشه. من یک مثال میزنم برای شما که بگم چه میخوام بگم. ببینید، در خاورمیانه واقعیت این استش که تقریبا اکثر کشورهایی رو که وجود دارن مثل عراق، سوریه، لبنان، اردن، کویت، قطر و غیره، اینها محصول پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، شکستی رو که از انگلستان و فرانسوی عمدتاً می‌خورن و تقسیم امپراتوری عثمانی بر اساس واحدهای به اصطلاح ملی که در واقع بر اساس منافع انگلستان و فرانسه به وجود اومدن، تا اینکه مثل ایران دارای یک گذشته تاریخی باشه و این واحد ملی که به وجود اومده تکیه داره به یک گذشته 2000 ساله 3000 ساله مال ایران. مال اینا اینطوری نبود. باز به عنوان مثال اردن رو شما در نظر بگیرید. اردن 4/5 جمعیتش فلسطینیه و خاندان هاشمی رو که از عربستان فرار کرده بود با کمک انگلستان آوردن در اردن و حکومت میکنه یه اقلیتی با زور بر یک اکثریتی که فلسطینی است. خب در اولین فرصت ممکن که چند بار فلسطینی‌ها دورخیز کردن و یکیش سپتامبر 1972 بود که شدیداً سرکوب شد و از درونش جنبش سپتامبر سیاه بیرون اومد، ولی به مجرد اینکه بهار آزادی به
پاش به اردن برسه و یا الان وضع بی‌ثباتی رو که در اثر جنگی رو که در اطرافش وجود داره و پناهنده‌هایی رو که به اونجا رفتن، نه؟ این حکومت سلطنتی هاشمی سقوط خواهد کرد، برای اینکه این ترکیب اصلا ترکیب واقعی نیست در اردن. جمعیت 4/5 فلسطینیه ولی حکومتش غیر فلسطینیه. این مسئله رو شما در عراق دیدید، این مسئله که عملا فرو پاشیده، سه تیکه شده، و این مسئله رو شما در سوریه میبینید که عملا حکومت اسد در 1/4 to 1/5 سوریه انجام میگیره، بقیه رو از دست داده. در سوریه که ابتدا زیر قیمومت فرانسوی ها بود، بعدا خانواده اسد اومد، جمعیت 75% اهل سنته، 12% فقط شیعیان دروزی هستن، و این 12% به بقیه از جمله 75% اهل سنت و بعد کردها هم که اونها سنی کرد هستن و اینها یه بخش دیگه‌اش سنی عرب هستن. این دعوای تاریخی دینی مذهبی 1400 ساله با هم دارن و حاضر نیستن یه اکثریت 75% تن به حکومت یه اقلیت 12% بده. و همین که بهار آزادی پاش به سوریه کشید، این جریان منفجر شد و این وضعی را به وجود آورد که عملا حکومت در حال فروپاشی است و جنگ داخلی هر کس با کس دیگه. به این دلیل این مسئله در خاورمیانه و افریقا در 10 سال آینده، در 20 سال آینده ما با این پدیده ها روبرو خواهیم بود. ما یه چیزی را نباید فراموش بکنیم، این که ما الان در اروپا حدود 70 ساله که صلح اجتماعی داریم. تا سال 1945 این وضعی که در خاورمیانه بوده، جنگ میان ملل، جنگ میان اقوام، جنگ میان ادیان و مذاهب، اینها در اروپا هم بوده، اما اروپا موفق شده اینو پشت سر بذاره و الان با حکومت‌های دموکراتیکی که به وجود آورده، با حکومت اکثریت اما تضمین حقوق اقلیت‌ها، چیزی که در خاورمیانه وجود نداره. و در همین رابطه برگردم به کشور خودمون، به نظر من اگر در ایران هم این مشکل تبعیض ها، یعنی آنچه که بدنه جامعه هست، باید با ساختار حکومت در تطابق باشه، در هماهنگی باشه. به چه معنا؟ شما ببینید ما الان نظام ولایت فقیه داریم. خب در این نظام ما در ایران یک چیزی حدود 15 to 20 million اهل سنت داریم، در کردستان، در جنوب، در سیستان، بلوچستان، در ترکمنستان و غیره. اهل سنت ایران فقط و فقط به دلیل دین و مذهب از مجموعه ارگانهای تصمیم گیری پیشبینی شده در قانون اساسی از حق شرکت در اونها، انتخاب شدن در اونها، محروم هستند. درست. از مقام رهبری شما بگیرید تا شورای خبرگان رهبری، تا شورای نگهبان، تا رأس قوه قضایی و غیره، تا مقام ریاست جمهوری که حتما باید شیعه باشه. شما فکر میکنید این بخش از جامعه ایران رو که قانوناً بنابر قانون اساسی از حقوق اساسیشون محروم کردید، تا چه مدتی میتوان با زور و سرکوب بهشون این بی حقوقی و بی عدالتی رو تحمیل کرد؟ همین امروز فکر کنم شما هم اخبار رو شنیدید که فرمانده های مرزبانی جمهوری اسلامی اعلام کردن که چندین گروه رو که میخواستن بیان برن و بمب‌گذاری در شهرهای ایران بکنن دستگیر کردن. خب اینها کدوم گروه ها هستن و چرا این کار رو میکنن؟ که مرتب تکرار هم میشه به اضافه یک فاکتور دیگه.
ببینید داعشی ها در عراق چند بار این مسئله رو مطرح کردن، گفتن اگر که قرار باشه جمهوری اسلامی با ما در سوریه و لبنان و اردن و عراق و جای دیگه یا یمن بجنگه، چرا ما این جنگ رو منتقل به کشور مادر یعنی ایران نکنیم؟ اینو بارها و بارها گفتن و این گروهایی که دستگیر شدن احتمالاً در رابطه با همین این استراتژی است که اینها اکنون دنبال میکنن. یعنی یک بخشی آنچه که مربوط به ایران میشه، خطری که وجود داره در رابطه با سیاست‌های ماجراجویانه شیعه کردن کشورهای دیگه و دخالت در اونهاست و این باعث عکس العمل گروه‌های اهل سنت میشه که رادیکال ترین اونها از جمله داعش هستند که چنین کاری رو خواهند کرد. به همین دلیل جمهوری اسلامی میبایستی در این سیاست‌های یک سویش چه در درون و چه در بیرون هر چه سریع‌تر تجدید نظر بکنه، اگر که ما میخواهیم که ایران انسجام درونیش رو از دست نده، اگر که میخواهیم که تمامیت ارزش حفظ بشه. ببینید با روی به کار آمدن جمهوری اسلامی در خاورمیانه فکر میکنم خیلی تشدید پیدا کرده این مسائل، درسته؟ حرف شما کاملا درسته. اولا که انقلاب اسلامی ایران در مجموع در منطقه و در سطح جهانی اولین جنبش بنیادگرای اسلامی است که هنوز جهان و منطقه و مردم ایران تجربه لازم رو ندارند با این پدیده که میآید و قدرت سیاسی رو به دست میگیره و میخواهد ایران رو، کشورهای منطقه رو و کل جهان رو به طرف یک حکومت واحد اسلامی شیعه ببره. ما با این پدیده در طالبان که اهل سنت روبرو هستیم که همین حکومت اسلامی ولی اهل سنت رو میخواد و یا داعش این همین بوکو حرام و الشباب و غیر و اینا، همه اینها جنبش های بنیادگرای اسلامی هستند که روی مدل ایران، نه از نظر دین و مذهب که شیعه هستند، میخواهند قدرت سیاسی رو به دست بگیرند و برگردن به دوران به اصطلاح طلایی اسلام و توجه ندارن که دوران طلایی هر فرهنگ و ملتی می آید و می رود، همچنان که دوران طلایی ایران بزرگ و یا روم و یا یونان و یا چین و یا امپراتوری انگلستان و یا اتحاد جماهیر شوروی یک زمانی پایان یافت و دیگر شدنی نیست. به همین دلیل دوران طلایی اسلام که شمال افریقا رو داشت تا اسپانیا رو گرفته بود، از این ور تا زیر وین اومده بود، تموم شده رفته. همچنان که مسیحیتی که تمام قرون اروپا رو زیر سلطه خودش داشت تقسیم شد به واحدهای ملی که اصولا حاکمیت کلیسا و پاپ رو به دیگه به رسمیت نمیشناسن بلکه واحدهای ملی دارن. بنیادگرایان اسلامی هم میبایستی این واقعیت ها رو بپذیرن که آن دوران تمام شده و رفته. هرچند که به نظر من یکی از علل رشد بنیادگرایی اسلامی تقابلش با دنیای مدرن و عکس العملی است، ارتجاعی واپسگرا به عقب در برابر آنچه که مدرنه، به ویژه در سطح فرهنگی، یعنی از نظر تکنیکی ماشین رو راحت تر میپذیرن تا مسئله تساوی حقوقی همه ادیان رو یا تساوی حقوقی زنان و مردان رو و یا موقعیت اجتماعی نوین زنان رو در جامعه. از نظر فرهنگی براشون مشکله. ولی به طور کلی مسئله اصلی باید فرهنگی باشه. قبول دارید شما؟ من فکر میکنم مجموع خاورمیانه عرض میکنم. من فکر میکنم مسئله فرهنگی یک بخششه، مسئله سیاسی یک بخششه. به این معنا که من یک مثال تاریخی بزنم، ببینید آلمان
در حدود 70 سال پیش، موقعی که 1945 آلمان شکست میخوره، ملت آلمان که از امشب به فردا روحی و رفتار و فرهنگشون اینا که عوض نمیشه، ملتیست که یک دست پشت رهبرشون هیتلر هم وایساده بودن. آنچه که اتفاق افتاد در مرحله اول تغییر ساختار یک حکومت تامگرای فاشیستی از نازیسم به یک نظام دموکراتیکی بود که در اون قوای حکومت ناشی از ملت بود و قوای حکومت رو تقسیم کردن و کنترل کرد و بعد در یک پروسه طولانی 50-60 ساله با آموزش و پرورش و تربیت در واقع افکار ارتجاعی رو نسلی رو تربیت کردن که هم از بالا تو چارچوب دموکراتیک مجبور بود عمل بکنه و هم بعد درونن بر اساس اخلاق و اتیک فردی خودش دموکراسی رو اصولا پذیرفت. به همین دلیل مشکل این جوامع هم موازی با هم بایستی حل کرد. یعنی اگر که شما بخوای به پای این بنشینی که ابتدا این فرهنگ عوض بشه و دموکراسی رو بپذیرن و یا اینها و بعداً بتوان حکومت دموکراتیک درست کرد، این اصولا شدنی نیست. برای اینکه انسان دموکرات در یک نظام دموکرات تربیت میشه. شما در هیچ کدوم از این نظام‌های غیر دموکرات مدارس و دانشگاه و نهادهای سیاسی و اجتماعی که واسه دموکراسی رو تدریس بدن بکنن، آموزش بدن، اصولا اجازه فعالیت ندارن. اصولا این افکار ممنوعه. به همین دلیل در ایران همینطور، در کشورهای دیگه همینطور، ما می‌خواستیم موازی پیش رفت. به نظر من ساختار حکومت تعیین کننده ترین فاکتوره. حالا من برای شما باز از همین آلمان مثال میزنم که بگم چرا ساختار حکومت تعیین کننده ترین فاکتوره. بعد از جنگ جهانی دوم شما میدونید که آلمان رو اومدن تقسیم کردن. یک بخشش شد آلمان فدرال، یه بخشش هم شد جمهوری دموکراتیک آلمان یا آلمان شرقی آلمان غربی. یک بخشی یک نظام دموکراتیک گرفت، یک بخشی یک نظام غیر دموکراتیک گرفت. شما توجه بکنید که تو دو کشوری که در کنار هم دیگه به وجود اومده، همه شرایط یکیه. یه ملت، یه فرهنگ، یک سطح دانش، آموزش، پرورش، روحیه، کار، همه چیز یکیه. درست. فقط یک فاکتور متفاوته، ساختار حکومت. یکی تبدیل به قدرت جهانی و اولین قدرت اتحادیه اروپا میشه، یکی در خودش فرو میپاشه و از بین میره. این نشون میده که ساختار حکومت تعیین کننده ترین فاکتوره. ببینید، با در نظر گرفتن این که آقای دستماچی، کشور ایران و ملت ایران یک مقدار متفاوت هستن نسبت به کشورهای دیگه خاورمیانه. قبول دارید اینو یا نه؟ در حال متفاوت بودیم و هستیم. شما در ناصیه رژیمی مثل جمهوری اسلامی میبینید که در طی 10-20 سال آینده یک چنین تغییر و تحولات دموکراتیکی درش به وجود بیاد؟ من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران که بر اساس اندیشه ولایت فقیه درست شده، یک نظام بسته ایدئولوژیک تامگراست. اگر بخوام مقایسه کنم، وضعیتش مثل وضعیت اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی و آلمان شرقی است. یعنی اگر شما بخواهید اصلاحات اساسی بکنید، اصلاحات اساسی به معنای اینکه نظام ساختار دموکراتیک پیدا بکنه و حقوق بشر درش رعایت بشه، این نظام فرو می باشه. به همین دلیل خود جمهوری اسلامی در اساسش توانایی این که بتواند اصلاحات لازم رو بکند ندارد.
اینکه چه پروسه‌ای انجام بگیره تا این دگرگونی انجام بگیره، یعنی ما از یک نظام بسته به طرف یک نظام دموکراتیک بریم، با توجه به تاریخ کشورهای دیگه ده ها راه وجود داره. میتونه تو ایران راهی به وجود بیاد که هیچکی هم الان پیشبینی نمیتونه بکنه. شما دیدید که در سال 1989 تغییراتی رو که در اروپای شرقی و در اتحاد جماهیر شوروی انجام میگرفت، هر کشوری راه ویژه خودش رو رفت. درست. توجه میکنید؟ در بسیاری از اینها بدون خشونت انجام گرفت، در برخی یک مقداری خشونت انجام گرفت، در چندتایی هم فقط با خشونت انجام گرفت. بوسنیا و به همین دلیل ببینید جمهوری اسلامی به این گونه است که مثلا فرض کنید که اگر یک اصل رو، یک اصل از اعلامیه جهانی حقوق بشر، حالا بقیه شو کاری ندارم، این که تساوی حقوقی همه انسان‌ها در برابر قانون، یعنی بدون در این که توجه بشود که شما مرد هستی یا زن، مسلمان هستی یا نیستی، سنی هستی یا شیعه هستی، یا باهایی هستی یا یهودی هستی، هرچی، بدون در نظر گرفتن این حقوق مساوی در برابر قانون داشته باشی. اگر بر فرض محال این یک بند از اعلامیه جهانی حقوق بشر بره در مجلس شورای اسلامی تصویب بشه و بعد در شورای نگهبان هم تصویب بشه و بخوان اجراش بکنن، همه نظام جمهوری اسلامی میپاشه. چرا؟ چون اگر قرار باشه که رهبر جمهوری اسلامی اهل سنت هم بتواند بشود قانونن، این که میتونه رأی میاره یا نمیاره یه بحث دیگه است، قانونن این که زنان هم بتوانند بشوند، این که در شورای خبرگان رهبری که 86 مجتهد نشستن بتوانند اهل سنت هم بروند، بتواند زنان هم بروند، بتواند غیر فقها و مجتهدان هم بروند، این یعنی فروپاشی سیستم، هیچ چیز، هیچ راه دیگه هم نره. به همین دلیل من امکان این که جمهوری اسلامی خودش بتواند از درون خودش اصلاحاتی بکند که ما از طریق اون اصلاحات بتوانیم به دموکراسی و حقوق بشر دسترسی پیدا کنیم نمیبینم. هر حرکتی در این جهت اگر بخواد انجام بگیره در انتها منجر به فروپاشی نظام خواهد شد، مثل جنبش های مردمی، مثل جنبش های مردمی. بله. از خود نظام به هیچ وجه قادر به این تغییر و تحول نخواهد بود مگر اینکه ملت به پا خیزه یا بتونه تغییری به وجود بیاره. من فکر میکنم راه ما این استش که بخشای گوناگون مردم در جامعه، از دانش آموزا گرفته تا دانشجو، از معلما گرفته تا استادها، از کارگران گرفته تا بخش دیگه، اینا باید همچنان که در پیش از انقلاب اسلامی هم در ایران رسم بود تلاش بشود که اینها رو سازماندهی بکنن. ببینید ما الان در ایران، الان کارگران ایران حداقل 25 سال تلاش میکنن که سندیکای مستقل داشته باشن، بهشون اجازه نمیدن. خب چرا اجازه نمیدن؟ به دلیل اینکه سندیکای مستقلی که زیر خط ولایت فقیه نباشه و حرف اونو گوش نکنه، باعث دردسر نظام میشه و همه ناراضی ها پشت اون جمع خواهند شد. و راه ما سازماندهی درونی هست برای به وجود آوردن جنبش های عظیمی که با این فشار خیابون ما بتوانیم حکومتگران رو مجبور بکنیم کنار برن. من مثال لهستان رو به شما بزنم و جنبش همبستگی زولیدارنوش یک نمونه بسیار خوبیه، به این معنا که خب در اون زمان هم در لهستان دولت در دست حزب کمونیست بود و انتخابات همواره انتخابات اونم نظارت استصوابی میکردن، ولی حزب کمونیست نظارت استصوابی میکرد و به کسانی اجازه میداد که در واقع دنبال خط اون بود. جنبش زولیدارنوش موفق شد با حرکت وسیع اجتماعی رو که به وجود آورد و بیش از
10 میلیون طرفدار پیدا کرد، چنان فشاری رو بیاره که حکومتگرا مجبور شدن نظارت استصوابی حزب کمونیست بر انتخابات رو بردارن. در انتخابات آزادی که پس از اون انجام گرفت، 90% کرسی های مجلس رو زولیدارنوش برد. با اون 90% مجلس، با به همراه این 10 میلیون فشار خیابونی در بیرون، قانون اساسی رو بند به بند تغییر داد و تمام سیستم تغییر کرد. از یک سیستم تامگرا اومد به یک نظام باز و آزاد. من فکر میکنم شاید انتخاب استراتژی لغو نظارت استصوابی نقش مهمی بازی بکنه، برای اینکه این یک نقطه، یک حلقه اتصال تقریبا مجموعه گروه‌هایی است که از انتخابات کنار گذاشته میشن. درست. یعنی به جای وحدت‌های که دو ماه هم یا ساختن سازمان‌ها و جبهه‌ها و گروه‌هایی که دو ماه هم طول نمی‌کشه، دوام نمیاره، یک استراتژی مشترک رو باید دنبال کرد. یعنی سر انتخابات لغو نظارت استصوابی و از این طریق یک جنبشی رو در درون ایران به وجود آورد که این جنبش میلیونی خواستش بشه لغو نظارت استصوابی و انقدر قوی باشه که حکومتگران نتوانند بی توجه به این خواست بمونن و مجبور باشن نظارت استصوابی بر انتخابات رو حذف بکنن. در اون زمان می تواند شرایطی به وجود بیاید مثل اون راهی رو که لهستان رفت، که نظام رو گام به گام بدون خشونت از درون با اون 90% نمایندگان واقعا منتخب مردم و این فشار 10 میلیونی در خیابون، بدون این فشار 10 میلیونی در خیابون، حکومتگران در لهستان تن به خاص اون 90% نمایندگان نمیدادن و اونا رو سرکوب میکردن. برحال موقعیت ایران کاملا متفاوته به خاطر اینکه فرهنگ متفاوتی حاکم است برای کشور ما. درسته؟ حرف شما کاملا درسته. من اینو به عنوان یک نمونه ای از تاریخ در یک کشور دیگه ارائه دادم، برای اینکه از اینها و مجموعه کشورهای دیگه که این راه رو رفتن و تونستن نظام رو عوض بکنن و کارشون به جنگ داخلی مانند سوریه و یا عراق نکشیده و یا لیبی، این مثال رو زدم که شاید اینها کمک بکنن برای اینکه ما بتونیم مدلی رو پیدا بکنیم که با شرایط ایران تطبیق بدیم و بتونیم از این نظام تامگرای مذهبی عبور بکنیم بدون خونریزی و خشونت به طرف یک نظام دموکراتیک. آقای دستمارچی، فکر میکنید چه زمانی نیاز داره این دگرگونی که امروز در خاورمیانه هست؟ تا کی میتونه به طول بیانجامه؟ یعنی وجود داعش و این دگرگونی در عراق، در افغانستان، پاکستان نقدی کمتر و در سوریه، پیش بینی شما اینه که این آیا 10 سال میتونه به درازا بکشه یا ممکنه در طی چند سال آینده تغییر تحولی پیش بیاد؟ من فکر میکنم متاسفانه حداقل 10 تا 20 سال آینده تمام منطقه درگیر این مسائل خواهد. میدونید، ببینید الان مثلا در عراق ما باید به این مسئله پاسخ بدیم که چرا یک مرتبه داعش چنین قدرت میگیره، این قدرتش از کجا اومده؟ اگر که این گروه ها 2000 نفرن، 3000 نفرن، 4000 نفرن، چطوری یه مرتبه نصف کشور میره تو دست اینها و بدنه از اینا دفاع میکنه؟ ببینید، بدنه، حالا این برمیگرده به شرایط تاریخی به وجود آوردن کشور عراق از طرف انگلیس‌ها که تحت قیمومت اونا بوده بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی که کردهای اهل سنت رو با عرب‌های، یه بخشی اهل سنت با یه بخش دیگه عرب‌های
شیعه تو یک واحد ملی میبرن که خودش شکل نگرفته، بلکه خطکشی رو اونا کردن. اینو گفت که گفتن یه ملت که اونا اصلا زبان اینا رو نمیفهمن، اینا زبان اونا نمیفهمن، این دوتا با هم یه دعوای تاریخی 1400 ساله دارن. خب این بخش بعد از جریانات صدام اینها، یک بخشی از این جریان داعش نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی است در عراق که حاکمیت شیعیان و کنار گذاشتن اهل سنت در عراق بود در تمام زمین‌ها، اداری، نظامی، سیاسی، اقتصادی و غیره. و این در بدنه یک پتانسیل بالقوه‌ای رو به وجود آورد که داعش حکومت اسلامی به راحتی تونست روی اون سوار بشه و مورد پشتیبانی قرار بگیره. آخه اگر که مردم یک منطقه یک چیزی رو نخواهند، به این سادگی که شدنی نیستش. که به این دلیل در واقع اهل سنت در عراق و در سوریه هم اینطوره، از این نیروهای بسیار رادیکال اهل سنت مثل داعش و غیره استفاده میکنن در جنگ بر علیه شیعیان. و این وضعی که در اونجا پیش اومده یک بخشش دلایل تاریخی داره، مربوط به سرکوب‌های تاریخی میشه و این واحد ملی رو که بنابر منافع کشورهای استعماری به وجود اومده و خودش ایران فرق میکنه، ایران یک پروسه تاریخی 2000 ساله داره، یه واحدی بود که ممالک محروسه تحت حراست حکومت مرکزی ایران داشته، در حالی که عراق که اینطوری نبوده، سوریه که اینطوری نبوده، اردن که میگم شاه اردن رو از عربستان فرار کرده و اشا نبودن گوشتن اونجا کردن شاه. خود اون واحد که درست کردن 4/5 فلسطینیه و شاهش رو از عربستان آورده. به همین دلیل اگر این سیاست ها تغییر نکنه، منطقه که این روند ادامه خواهد داشت، در افریقا هم همینطوره، در افریقا 18 کشور در حال فروپاشی هست، همشون هم کشورهایی هستن که همین محصول پس از 1945 هستن در افریقا، یعنی آغاز استقلال کشورهای گوناگون پس از اینکه استعمار به خصوص انگلستان و فرانسه بیرون میکشن و این واحدهای به اصطلاح ملی به وجود میاد که یه بخشی از این قوم رو گذاشتن توی یه کشور دیگه، یه بخشی از اون قوم رو گذاشتن اینجا، اقوامی که با هم اصلا نمیتونن زندگی بکنن، زبون هم دیگر هم نمیفهمن، یکیشون هم کردن حاکم، یه اقلیت و بر اکثریت. و خب این در دوران جنگ سرد بنا به دلایل وجود دو قطب به هر حال یه طور اینا رو نگه داشته بودن، ولی الان سنگ رو سنگ بنا نیست و متاسفانه باید گفتش که این مسئله وضعی که جنگ اقوام و ادیان و مذاهب و ملیت ها و اینا که تازه اونجا شروع شده در 10-20 سال آینده ادامه خواهد داشت. متاسفانه با سپاس فراوان از شما. من از شما بسیار سپاس گذارم. با ما باشید تا در طی هفته های آینده نیز با دیدگاه دیگر صاحب نظران سرشناس ایرانی مقیم اروپا بیشتر آشنا شوید. روز خوش. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.